درود به همگی بچه ها، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشی. ویدیو امروز قراره بریم تو جفت گوشی های من و ببینیم به کی پیام میدم، با کی چت میکنم، اینستاگرام هم چه خبره، واتساپ چی کار میکنم، تلگرام چی کار دارم، چه چیزهایی رو دنبال میکنم، چه گواهی رو میخورم و چه غلطهایی رو میکنم. خلاصه گویز امروز قراره فضولی کنید تو گوشی من و با دستار خودم قراره آبروی خودم رو ببرم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید ساباتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید راو تو 100K، کمکم کنید من سریعتر بشم 100K. بریم با هم ببینیم تو گوشی آقا پوریا پوتک چه خبره. خب بچه ها، همونجوری که میبینید این یکی از گوشیامه که اینو کله خراب واسم طراحی کرده و هنوز پشت صفحه گوشیمه. بچه ها، تو این گوشی خطی که تو این گوشیه رو هیچ کسی نداره، فقط دو نفر این خطم رو دارن که وقتی که بخوام توش رو چک کنم میفهمید کیان. هیچ کسی این خط من رو نداره، این در از خط اصلی منه که هیچ وقت و هیچ کجا لو نخواهد رفت. همونجوری که می‌بینید این صفحه نمایش زیبامه، یه قسمتی هست به نام فایننس. هیچ کدوم از اینا رو براتون باز نخواهم کرد به خاطر اینکه کاملا خصوصیه و ما نمیتونیم بریم تو پیپل هم، تو اونم، تو اینا، فقط تو تنها چیزی که میتونیم بریم تو ترنسلیت مونه. بله، مینویسیم پوتک the best rapper in the world. خب از این قسمت میایم بیرون. ما اصلا کاری به قسمت فایننس نداریم. حالا وارد حساس ترین جا میشیم، سوشیال. اول از همه میریم تو اینستاگرام که میخواین فضولیتون گل کنه، ببینید تو اینستاگرام من چه خبره. من همیشه وارد قسمت لایک میشم، همونجوری که میبینید دیگه نمیکشم سفر رو پایین، همون اول 5 6 نفر اول رو بچه‌ها میبینم، ببینم کی فالو کرده، کی لایک کرده، کی کامنت گذاشته، یعنی بیشتر از اون حد نمیرم پایین. بعد از این دوباره برمیگردم به صفحه اصلی. این همیشه کارهایی که من میکنم. من کلا از اینستاگرام بچه‌ها زیاد استفاده نمیکنم، شاید روزی 20 دقیقه، خیلی کم. وارد فوتو آفی میشم، همین 6 تا اول رو چک میکنم، همین 6 تا اول دیگه چی بشه مثلا بیایم بذاره پایین‌تر. بذار همین الان مثلا چک کنیم ببینیم چه چیزایی دارن این گویز ها. مثلا یه جا دیده بودم نظر پوتک در مورد مثلا سپهر خلصه، بعد یه ویدیویی از منو گذاشته بودم مثلا واسه 4 سال پیش. خب نامردیه، این شیطونیای رسانه‌ایتون رو بذارید کنار و پسرای گل و گلابی باشید، ممنون. اینم دایرکت منه بچه‌ها، همونجوری که می‌بینید میدونم خیلی فضولید. بچه‌ها این دختره رو یادتونه؟ من به این دختره پیام دادم گفتم که من یوتیوبرم، بیا با هم ویدیو بسازیم. نوشت سلام، بعد دیگه هیچی نگفت. بعد از اون من از طریق ایمیل باهاش هماهنگ کردم و باهاش حرف زدم، ولی فعلا جواب خاصی نگرفتم. بعید میدونم بخواد با هم ویدیو بسازه. بچه ایگی آزایلا رو میبینید که بهش پیام فرستادم، چی فرستادم؟ نایس میوزیک، پرتی فیس، یو آر دی بست. قسمت جنرالم بیشتر فن پیجام هم و فنام و دوستام و آشنایان، من اینجا بیشتر با اونا بعضی هاشون رو جواب میدم، بعضی هاشون هم نه. اینم قسمتی از ریکوست، بریم ما هم چک کنیم ببینیم کی به ما فوش داده و کی به ما محبت آموخته. سلام پوتک جان، خواهش میکنم جواب پی ام امو بده. من از اون دسته آدم ها نیستم که اسکرین بگیرم، فقط راجع به رپ و آهنگسازی چند تا سوال داشتم. علی شادو به حکم این ویدیو بنویس جوابتو میدم. اما توییتر، راستی بچا همونجوری که میبینید اینجا پیامایی که واسه من اومده، این پیامایی که اکسپت کردم، حالا خیلیاشو نمیتونم واکنم. این مثلا نوشته من شمارمو نمیتونم تو کامنت بذارم چون پسرا اذیت میکنن. من یه ویدیو داشتم که زنگ میزدم به طرفدارام تصویری، سر همون گفتش که من نمیتونم شمارمو بذارم. این ایشون هم به من پیشنهاد بت دادن که من دیگه بت کار نمیکنم، اعلام کرده بودم. این کیمیا رو نمیتونم باز کنم، این خیلی وضعش خرابه. این اصلا یکی از اینا که اصلا نباید لو بره جریان چیه. مهدیار و سوال، این نمیدونم چیه، این احتمالا گروهه، یعنی اصلا من با مهدیار هیچ رابطه ای ندارم، حاشیه درست نشه. اینم چند، بیان چند تا پیام ها رو رندوم وا کنیم ببینیم کی چی گفته. مثلا میریم سمت موری ویو میدیا، عجب آدم گندی ها، این چی بود داداش؟ گزینه بعدی یوتیوبه. شاید خیلیتون دوست داره ببینید پوریا تو یوتیوبش چی میبینه. خب میبینید که پوریا چیترا رو میبینه، هاجیلند خیلی میبینم، دوستش دارم، خودم رو به خدا نمیبینم، این نامردیه. بوتیمار، سریال بوتیمار رو با قضا میبینم، خیلی لذت بخشه. بله بچه ها، این یوتیوب مویه،
سپر هم اومد. این ویدیو جدید سپر رو ندیدم. من چند تا از ویدیوهای سپر رو دیدم، دنبالش میکنم باحاله. نه که اونجوری همیشه، ولی مثلا بعضیاش که خیلی واسم تایتلاش جذابه میرم میبینم مثلا چی جوریه چی گفته، چون ویدیوش آرامش خاصی داره، باحاله. تویچ. و اما تویچ، تویچی که آقا پوریا هنوز توش فعالیت نداره ولی به زودی فعال میشه. اوف چه چیزایی از تو تویچ. یه دونهشو وا کنیم ببینیم چخ، مثلا بریم یه فورتنایت پلی رو ببینیم کی داره چیکار میکنه. لایف چنلز پلی دیسمیس. ایرانی ها رو نداره؟ بذار بریم تو استریم یه ایرانی. چجوری باید بریم تو استریم یه ایرانی بچه ها؟ آقا چجوری برم تو استریم یه ایرانی؟ یه ایرانی بگید. یعنی اصلا نمیدونم بعد الان چیکار کنم ایرانی ها رو بهم نشون بده. واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم ایرانی ها رو بهم نشون بده. دایی علی حرف بزن. گزینه بعدی تلگرامه. بله هیچ کی تو تلگرام نیست جز خانوم زیبا به علاوه چنل زیبا. میبینید من زیاد تو این گوشی با کسی تماسی تصویری هیچی ندارم. بعدی واتساپه. بله یه یولیاس و یه دونم کچی پیتز خودمونه که آره تنها دو نفری تو این شماره با من در تماسن، یکی کچیه یکی خانومم. نمیدونم شاید همه بپرسید چرا کچیه و چرا حالا خانومم. خب خانومم ولی چرا کچی؟ کچی هست دیگه. اپلیکیشن بعدی ساوند کلاود. زیاد ازش استفاده نمیکنم، خیلی کم، و اینکه ولی خب اپلیکیشنی که به هر خواننده ای باید داشته باشه. ببینیم فیدایی چه کرده. آهنگ جدیدش چقدر پلی خورده؟ 784 کا توی مدت خیلی کم، که عالیه. همیشه برام سوال چرا ساوند کلاود، چرا خب سپاتیفای نمیدونم. اگه کسی میدونه مثلا، من همیشه میگم سوال چرا مثلا میدن ساوند کلاود، نمیدونم. هر کی فکر و دلایل خاص خودش داره. و اما شزم بچه، شزم زیبا قدر. شزم یکی از بهترین اپلیکیشن هاست تا بفهمید آهنگ آرتیستتون دزدیه یا نه. با این اپلیکیشن خیلی راحت میتونید بفهمید. چیزایی هم که شزم کردم بزنیم چی بود. وای بچه ها من عاشق این آهنگام. این آهنگا رو میذارم یکقدر چوس ویسکی میریزم با یه نخ میشینم فیلم میبینم، حس گادفادری به خودم میگیرم. خیلی این آهنگا قشنگه. یعنی همیشه آرزو بود یه چیزایی هستن، نه ساکسیفون نیست، یه چیزایی هستن اینجوری اسمش هم یادم رفت، بلنگوهای بزرگ دارن این چیز میزاره میچرخه. بعد فرض کن این پلش. واسه همین اینو من توی فیلم دیده بودم، شزم کردم که دانلودش کنم همیشه گوشش بدم. خیلی باید آهنگ باحالی باشه. و اما اسپاتیفای. خیلی وقته تبلیغ اسپاتیفای همون نرفتم. بچه لینکش تو دیسکریپشنه، برید مرد باشید فالو کنید لسنرر بگیرید به قول قدیمی ها. و اینکه بله این اسپاتیفای منه. چقدر من جذابم، این همه جذابیت توی پسر بعیده. آخرش هم فیسبوکه. فیسبوکمو وا نمی کنم، دلایل خاص خودمو دارم. من یادم رفت نشونتون بدم تو اینستاگرام مثلا تو اکسپلور رای من چی میاد. بله مشخص و چی میاد. بچه گزینه بعدی تو گوشیم از جیمیله. عمرن نمیرم تو جیمیل اصلا، چون خیلی خصوصیه. تو فوتوها میرم. همونجوری که تو فوتوها میبینید یه دونه اسکرین سیور که مخصوص این ویدیو چند دقیقه پیش ثبت کرده بودم، و این که چیزایی زیاد خاصی توش نیست. مثلا اینو میبینید، این داره الگوریتم ETH رو توضیح میده که بعدها تا چه حد میاد بالا، که اینجوری که اینجا توضیح داده تا سال 2025 تا 10200 دلار میاد بالا، چون خیلی واسم مهمه همیشه تحقیق میکنه. این همون آهنگ است که چیز کرده بودم، شزمش کرده بودم. اینم جملات سنگینه. همین یک آیه برایم کافی است. ازدواج با زنان شوهردار برای شما حرام شد، مگر آن زنان ایران که در جنگ با کفار به حکم خدا متصرف شده اید. قرآن سوره نساء یا نساء آیه 24. آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون شرافت، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق. چقدر قشنگ گفت گاندی. اینم داشتم مثلا چک میکردم اگه یه روزی روم تورمو میخوام، میگم روم تور، اتاقمو میخوام درست کنم گیمینگ چجوری باشه. واسه همین داشتم چیزا جذابو میدیدم. اینجا یه سری مارکا زده که من خیلی دوست داشتم سیوشون کنم، واسه همین تو شاپینگ اینستاگرامش کلیک کردم، اسکرین شات گرفتم که اگه یه روزی خواستم بگیرم مارکاشو یادم باشه. فیلم آنفرندد، فیلمی که دیروز بهتون معرفی کردم، نمیدونم دیدید یا ندید، حتما ببینید، خیلی فیلم باحالیه. و یه جمله سنگین دیگه: کسی که حس رویدن داشته باشد
حتی در کویر هم رشد خواهد کرد. به بس الان فوش میخوری پوتک. اینم از گالریمون. حالا آلارمای منو ببینید، میدونم جذاب نیست ولی بدونید. ببینید آلارمای من اینجوریه، من تصمیم میگیرم ساعت 1 از خواب پاشم، ببینید چیکار میکنم، میذارم رو 10:30 11:12 و در آخر 1. 10 پا میشم خوشحال میشم، آخ چون 10 میخوابم، 10:30 پا میشم میگم اوه 10:30 پا میشم، فرض کنید تا 1، بعد 1 پا میشم میگم چه زود 1 شد، بعد میخوابم 4 پا میشم. یعنی این آلارم یکی از اپاییه که من ازش متنفرم. کاش که این آلارم یه چیزی بده دست از تو گوشی بیاد بیرون بزنه تو گوشت بگی پا میشی یا میبرم اونجا، تو اصلا نمیشه خواب پاش رو. بچا اپل تی وی و اپل استور دیگه اینا لازم نیست، مپو که من خیلی استفاده میکنم و کلاب هاوس. بریم یه سر تو کلاب هاوس ببینیم کیانن، چی جوریه این کلاب هاوس، اصلا بلد نیستم. بچه کلاب هاوس من همینه که میبینیده، 11:09 کاه، بریزید بشه 12، نه بریزید بشه 13 کاه. و تنها بازی که تو این گوشیم هست سکریم گو هیرو. این بازی نمیدونم دیدید یا نه، این بازی اینجوری که با داد میره جلو، مثلا بزنم پروشت ولا لاشه بچه دورم ول مل میگن نشین اینجا، غیر بده غیر بده، منم نمیتونم باشم مثلا چون میدونم من چون مخ من زلزله ال ال اینجا همه دور بر همونو ولن او میخوام بخونم به سرعت بگو برم آه، ولی کسی نمیتونه منو وایس اون شات فیک کنی، این کارا واسه داستون همه جوری داریم، حالا سیو بریم بالا، سفید داریم بالا، سبز داریم بالا، همه سری کارو داریم، حالا مالا کار داریم، حالا جونا بزنیم بریم بالا فاز بالا. میدونم منتظر بودی الان چیزای عجیب غریب تو شوید، ولی نه من اصلا آدم گوشی نیستم، من همه زندگیم پشت این صندلی قرمز با یک تیشرت و پایینم شورت که شما هیچ وقت نمیبینید، همین نشستم پشت کامپیوتر نورمو روشن میکنم و ویدیو میسازم، شعر مینویسم، کارهایی که من میکنم و لذت میبرم. کلا خیلی زمان کمی تو گوشی میذارم، اگر اینکه یه روزی حالم بد باشه مثلا رو تخت داشته باشم مثلا نتونم پاشم میرم تو گوشی، چیز خاصی هم چک نمیکنم، چیزی که چک میکردم و دیدید چیز خاصی نبود. خب گویز مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید، پرچم تک تکتون بالاست، عشقید. فیلمی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم هندیه، نمیدونم این فیلمو دیدید یا نه، این فیلمو ببینید، در مورد خداهاست و اینکه چند تا خدا وجود داره، ولی فکر کنم اکثریتتون دیدید. من کلا فیلم هندی باز نیستم ولی این واقعا فیلم خیلی خفنیه، اسم فیلم پیکیه، یک فیلم هندی کمی مذهبیه، خیلی فیلم قشنگیه، پر مضمون، مطمئنم لذت میبرید، حتما ببینیدش، تو یوتیوب هم هست با دوبله فارسی، خیلی راحت میتونید ببینید. بریم سمت کامنت ها. شب و روز به این فکر میکنم که فردا واسه کلیپ جدید پوتک چی کامنت بذارم. عشقم مثلا نظرتو در مورد ویدیو بگو، بگو این ویدیو خیلی قشنگ بود، یا مثلا دقیقه‌ای که خیلی خندوندت و اونجا تگ کن، مثلا اون دقیقه رو بنویس، قلب بذار، انرژی مثبت بفرست، بگو پوتک چقدر تو زیبایی، آخه بی شرف چرا باید اینو نصف شب ببینم آخه، به امید موفقیت همه. در مورد ویدیو دیروز در مورد بچه پولدارای ده 8090 لینکش تو دیسکریپشن هست، حتما برید ببینید، خیلی باحاله و اینکه واقعا به امید موفقیت همه. ویدیو شاید برای بعضی غمگین بود ولی اشتباه نکنید، این ویدیو میتونه انرژی باشه واسه اینکه انگیزه بیشتری پیدا کنید. ارزش ما گوزه. دیروز پرسیدم ارزش مالی شما چقدره، یکی نوشته شورت سفیدم، یکی نوشته صفر، این یکی نوشته گوز. به نظر من این بی‌ارزش ترین ارزش بود، حالا اینکه شوخی کرد ولی یک کمی وانش مثبت به زندگی نگاه کنید، چه طرز تفکر ارزش ما گوزه، حتما تو شب و روزه، ولمون کن بابا. خب گایز پرچم تک تکتون بالاست، عشقید، هر جا هستید موفق و پیروز باشید، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، راوت تو 100 کا. همیشه آرزوی من برای شما پوله، همیشه در همه ویدیوها خودتون اینو میتونید. زندگی به من آموخت تنها چیزی که به مرور زمان درست میشه سیر ترشیه، بقیه چیزا با پول همون لحظه درست میشه. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. Goodbye.